در آمریکا دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در شهر لس آنجلس برای کمک به دانشجویانی که به خاطر هزینه سنگین تحصیل قادر به تامین خوابگاه خود نیستند مرکزی برای اسکان آنان تأسیس کرده که توسط خود دانشجویان اداره می شود. برگردان فارسی گزارش انجلینا باگداساریان خبرنگار صدای آمریکا در این باره را به اتفاق می بینید. مایتسا لوپز از وقتی به یاد می آورد همیشه کار کرده. او در خانواده بزرگ شده که به خاطر فقر و مشکل مالی همراه با پدر و مادر و شش برادر و خواهر خود مجبور بودند در یک آپارتمان یک قابه زندگی کنند. مایتسا لوپز می گوید برای کمک به خانواده اغلب با مادر خود به عنوان خدمتکار در خانه های شخصی کار کرده. Her bosses, or like sons, like همیشه با حسرت به مدارک تحصیلی بچه های هایی که براشون کار میکردیم نگاه میکردم منم دلم میخواست کاری بکنم که وضعیت خودم و خانوادم بهتر بشه فکر میکردم این کار آقابت نداره و باید از این دایره میومدم بیرون بنابراین تصمیم گرفت درس بخواند و همزمان کار کند تا بتواند اجاره اتاق کوچکش را بپردازد اما با بالا رفتن اجاره ها مجبور شد به این مرکز بیاید پدر اریک شیفر اسقف ارشد کلیسای مانت آلیف هم از سال 2016 با این مرکز همکاری دارد حدود 20 درصد از دانشجویان دانشکده های کالیفرنیا بی خانمان هستند. بعضی از اینها از خانواده های فقیری میان که یا پدر و مادر از هم جدا شدند یا هم ها هستند که خانواده هاشون تردشون کردند یا مهاجر غیرقانونی و یا دانشجویان خارجی هستند که پولشون تموم شده. پدر اریک شیفر میگوید دانشجویان ما حتی دانشجویان دانشگاه معروفی چون دانشگاه ایالتی کالیفرنیا یا دانشگاه تحقیقاتی کارولینای جنوبی در لس آنجلس به سختی با بورس تحصیلی وام و یا کمک پدر و مادر شهریه دانشگاه را میپردازند این مرکز فقط گنجایش ده نفر را دارد. دانشجویان باید 18 تا 24 ساله باشند و از ساعت هفت شب تا هفت صبح می توانند از امکانات خواب، حمام، شام و اتاق مطالعه استفاده کنند.